أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم برادران بخوهران عزيزم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بيش از یك سال قبل الله سبحانه وتعالى در كلام مقدس خيش بما خبر داده كي يهود ونصارى ان دو گروه از شما اسلام تا زمانی که شما از اونها اطاعت به فرمان برداری نکنید یعنی به این معنا که اگر حرف اونها را قبول کردید از اونها اطاعت کردید قوانین اونها را پذیرفتین از شما راضی میشوند هر چی بگوین هر چی بخواین شاید به حرفتان بکنن اما زمانی که خلاف میلشان رفتار بکنید اینها از شما ناراض هستند و نمیخوان با شما سر سازش داشته باشند از مدتی به این سو شما ببینید که در حالی که کشور عزیز ما و مردم عزیز ما در فقر، بیکاری، تنگدستی، بی, تنگ دستی، بی به سر میبرند و مقدار هنگفت از سرمایه ملی کشور عزیز ما را پول که مربوط به مردم عزیز و مردم شریف ما هست آمریکا او را در گروه خود به اصطلاح گرفته و آزاد نمی ساختن. و امروز که خبر آزادسازی این پول منتشر شد شما دیدید که به همون تعبیری که می گفت نصف لی و نصف لک نصف برای خود ما و نصف برای شما پول را تقسیم کردن و یک مقدار را گفتن که آزاد است و هم نمیفهم از طریق فلان مؤسسات و فلان مؤسسات که در حقیقت یک دروازی فساد در باز باز کردن برای کسایی که به اصطلاح دنبال سوجویی بودن و یک مقدار هم به اصطلاح برای خود اختصاص دادن یا کشور خودش میخوام چند نکته خدمت عزیزان اشاره بکنم اول این عمل کرده آمریکا نه تنها که نشانگر به نمایانگر رضایل اخلاقی یا انحطاط اخلاقی اونها را نشان می دهد بلکه یک دزدی آشکارا در مورد حقی 35 میلیون انسانی که امروز اکثریت اونها حتی قادر به تکافوی خرج یک مایشان نیستند پس برای مردم عزیزمان میگم گرچه که نسل امروز میداند فریب نمیخورد خیلی باهوش هستند الحمدلله آگاه هستند هیچ وقت فریب توته های دشمن را نمیخورند خوب می دشمنشان دشمن که از چی طریقی از چی کانال وارد می شود و از چی طریقی میخواهد برای مسلمان ها ضربه بزند ولی اون ای که فریب خورده بودن هر روز آمریکا گفته گلویشان پاره شده بود و هر روز دم از حقوق بشر می زدن و هر روز دنبال به اصطلاح شعارهای حقوق زن و حقوق بشر و حقوق انسانیت با این شعارهای آمریکا فریب خورده بودن امروز خوب میدانند که مدافعین حقوق بشر در حق ملت مظلوم ما چی جنایت را انجام میده. دوم، پولی را که تقسیم میکنن به سلام مقدارش میگن ما به عنوان غرامت برای خود نگاه میکنیم. این پول نه مربوط حکومت کنونی هست و نه مربوط حکومت گذشته بوده. بلکه این پول سرمایی است که مربوط به کل ملت افغانستان بشه. حق مردم رنجدیده ما، مردم فقیر ما، مردم مستضعف ماست. ای امروز وضعیت به شرایط روزگار ما را به جایی کشانده که قادر بر حفظ سرمایه مملکت خود نیستیم قادر بر حفظ پول خود نیستیم قادر بر حفظ اراضی خود نیستیم اون بحث سر جایش است بحث جدا از قضیه است ولی گپ اینجاست که چرا باید حق 35 میلیون انسانی که امروز اشد ضرورت دارن حتی بسیاری از آنها لباس برای پوشیدن غذای برای خوردن جای برای خوابیدن ندارن چرا این پول باید تقسیم بشه اونم از طرف کسانی که هر روز دم از انسان دوستی و دم از حقوق بشر و دم از وسلا دفاع از مردم افغانستان می زدن نکته سوم که اینم خیلی مهمه ببینید گفتن ما ایره به به عنوان غرامت بری افرادی که در حملات 11 سپتامبر خساره دیدن یا به اصطلاح متضرر شدن برای اونها پرداخت میکنیم کسی نیست که از اینها پرسان بکنه آیا انسان آمریکایی اروپایی با انسان آسیایی و افغانی فرق میکند تفاوت دارد در مدت 20 سال جنایتی نبود که در این مملکت انجام ندهید هزارها جوان ما را با ارمانهایشان در زیر خاک دفن کردند با وسیله نمی جنایت کارا بود صلاحی نبود که در این مملکت استفاده نکنند تا مادر بم بود در کشور ما استفاده کردیم خانه های مردم ویران شد هزارها جوان ما به خاک و خون کشیده شد و سرمایه های طبیعی و منابع طبیعی کشور ما به تاراج برده شد به هزارها جنایت دیگر در این مملکت انجام دادیم آیا اینها بشر نیستن؟ غرامت اینها را باید چه کسی بپردازد؟ برای اینها باید چه کسی غرامت بپردازد؟ و حتی آخرین لحظات خروجی این جنایتکاران از کشور شما دیدید که یک فامیل و یک خانواده ومبارد میشه ده نفر اطفال و زنان و جوانان بدون گناه در او خانواده و خاک و خون کشیده میشه چرا اینها غرامت ندارن؟ اینها انسان نبودن؟ اینها از جنس انسانیت و آدمیت نبودن؟ خون اینها ارزش نداشت؟ که افرادی که در 11 سپتامبر کشته میشه اونها غرامت داره خساره میبینه اونها غرامت داره اونها نیاز به دلجویی داره باید اونها تسلی بشه بازماندگان اونها باید خوش بشه باید. ولی میلیونها افغان متضرر رنج دیده ستم دیده که سالها جنایتی نبود که در حق اینها انجام نشده باشد ولی اینها حق ندارن حتی اونم حق سرمایه خودشان را ندارن سرمایه پول خودشان رو ندارن که باید برشان پرداخته بشه اونم در وضعیتی که امروز در سطح جهان شاید کشوری به سبیه افغانستان نباشه در چنین حالت و چنین وضعیتی که مردم ما قرار دارن به جای این که به اصطلاح من انسان گرچه که از اینها توقع نمیره چون خالق ما به ما خبر داده کلام رب العالمین به ما گفته اینها منافی خودشان رو میخواهند دنبال اهداف خودشان هستند تا جایی که به منفعتشان نباشه به دلشان نباشه به خواهششان نباشه منافی ملی خودشان نباشه مد نظر هرگیز قدم نمیگذارن ولی متاسف ما در چنین وضعیتی ممکن کسی پیدا بشه بگه خب این بحث چی ارتباطی به شما داره بلی ارتباط به ما داره حداقل می توانیم درد دل هزارها افغان رنج دیده را با هزارها هموطن دیگه ایمان برسانیم آواز خود را بلند بکنیم همی از توان ما هست که حداقل بتونیم صدای خود را بکشیم یک کسی بیای خانه تان چور بکنه مال و سرمایه تان به غارت ببره و تو قدرت بلند کردن صدا داشته باشی توانایی را داشته باشی که آواز تا بلند بکنی که های دنیا شما در کجا خوابیدین دزدان بین المللی سرمایه ملی ما را به تاراج میبرن حق ملت مظلوم ما را که خودشان اشد ضرورت به محتاج به لقمه اینان هستن امروز از حلقوم میکشن همیره که میتونیم صدای خود رو بکشیم و نکته دیگر رو ببینید کل دنیا امروز میدانه قضیه حملات 11 سپتامبر که نه تنها که افغان ها نقشی نداشتند بلکه طراحان این حملات در کدام کشور سپورت می در کدام کشور زندگی میکردن در کدام کشور به از بین برده شدن این همه دنیا می آیا جنایت را دیگران انجام بدن باید جبران خساره را افغان ها بکشن؟ کجا این عادلانه هست؟ کجای این عقلانی هست؟ دیگران ظلم بکنن افغان های مظلوم باید جبران خساره بپردازن؟ و از طرف دیگر خود تحلیلگرا دانشمندان غربی امروز اعتراف میکنن که دو تا احتمال در مورد حملات 11 سپتامبر وجود داره یکی که از طرف القاعده بوده باشه احتمال میره و دومی که کار خود آمریکاست برای اینکه برای خودش خودش یک مجوز پیدا بکنه برای حمله به عراق برای حمله به افغانستان برای حمله به استراب سوریه برای حمله به بسیاری از کشورهای دیگه دلیلی برای خودش پیدا بکنه خودشان این فیلم و این نقشه رو بازی کردن و به امروز باید افغانهای قرامت رو بپردازن عجیب است ظلم است در حق ملت مظلوم ما بیاد با داشته باشین امروز خوب میشناسد نسل جدید و نسل نو نسل نوین جوانهای درس و تحصیل کرده فرزندان صدیق وطن اگر صد سالم بگذرد این جنایات فراموش نشودنی هست شاید ما باشیم یا نباشیم نسل وجود خواهد آمد که روزی بتواند به اصطلاح تمام جنایاتی که در حق ملت ما انجام دادین ظلمی که در حق ملت ما کردین خیانتی که در حق ملت ما کردین در برابر او جوانهای ما باید پاسخگو باشیم بنان عزیزان من این غیر عادلانه است و در چنین وضعیتی در چنین حالتی که امروز بالاتر از هفتاد فیصد مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنند اشد ضرورت به کمک های بشر دوستانه دارن ما توقعی می نهیسی این نداریم که به اصطلاح شما به ما کمک می بلکه ما حق ما را باید به با ما بدیم چیزی که حق ماست تو می دانی؟ میلیارد دلار یا سه اشاریه پنج میلیارد دلار سر به کجا می زند؟ چی است؟ این پول به کجا می اویی که در یازدهم سپتامبر خساره دیده او انسان است او درد دیده رنج دیده او نیاز به تسلی داره ولی صدها هزار جوانی که در افغانستان به خاک و خون کشیده شد فامیلی بازماندگان اینها اینها نیاز به تسلی ندارن اینها انسان نیستن اینها ای قضایر نمیدانن خوب میدانن ای که امروز توانایی ندارن ای ظرفیت در ما نیست امروز ای زمینه برای ما مساعد نیست چیزی نمیاید از دست ما ولی امیدوار هستیم که روزی فرا خواهد رسید و مطمئن هستیم ایمان داریم باور داریم شاید کسی بگه که ما سالهاست به همین انتظار است مستی که در گذشته زندگی فراز و نشیب داره چرخ روزگار در گردش است یک روز میبینی یک کسی در اوج قدرت است روز دیگه میبینی که در اوج ذلت به سر میبره یک روز بر تخت شاهی نشسته روز دیگه پای دار به سر میبرد یک روز در اوج کبر و غرور و ذلت ولی روز دیگر می بینه که در زیر دست پای مردم این چیزی است که ما از زندگی آموختیم و میآموزیم و مطمئن هستیم چه باشیم چه نباشیم شاید روزی فرا برسد در افغانستان کسان باشند که انتقام این همه ظلم و جنایاتی که در حقشان شده از او افرادی که این جنایات مرتکب شدن خواهند گرفت موفق و پیروز باشین السلام علیکم و رحمت الله